در تهران در 21 فروردین 1321 1942 هایده به دنیا آمد. در خانواده پرجمعیت که خیلی از اعضای اون صدای خوشی داشتن. پدرش محمد باقر بیگدد بالا از اهالی تبریز بود و مادرش زینت بلغاری از گیلان. نام اصلیش معصومه دد بالا بود. فعالیت حرفه‌ایش از سال 1347 با اجرای ترانه آزاده با همراهی ارکستر گلها در رادیو تهران آغاز شد. رهی معیری ترانه سرا هایده رو به علی تجویدی تکنواز ویولون و از فعالترین آهنگسازان برنامه گلهای رنگارنگ در رادیو تهران معرفی کرد. کم کم مرضیه و دلکش تکراری شده بودم و جا داشت فضا میطلبید، زمانه میطلبید که یک خواننده دیگری با نوع صدای دیگری و با شیوه خواندن دیگری عرضه بشه و هایده رو در واقع تجویدی به عنوان یک آس بر زمین کوبید. اون شعر قشنگی که هایده خوند آزاده که آقای رهی معیری فکر میکنم شعرش رو نوشته بود، یه قسمتی داره که برای من همیشه مقایسهش میکنم با صدای لاکالاس. توی اپرای نورما مال بلینی قسمتی هست که لاکالاس میره بالا و تو آزادم واقعا یه قسمتی هست که من میگم که هایده لاکالاس ما بود. موقعی که من شروع کردم با خواننده های مثل هایده، خب اینا اصلا پاپ اجرا نکرده بودن و خودش ولی دلش میخواست و همشون هم دلشون میخواستن، چون میدونستن که بخوان راه پیدا بکنن باید این راه رو برن، یعنی موسیقی بین المللی رو که در تمام دنیا هست اجرا بکنن یا موسیقی پاپ. و برای همین بود موقعی که من آهنگ بزن تا رو برای هایده ساختم خیلی استقبال کرد. من که از یک سنت موسیقی کلاسیک تقریبا اومده بودم، در جنس صدا چیزی رو می‌دیدم که این صدا تعلیم گرفته بود و در ضمن یک بخش آزاد خودش هم داشت، یعنی چیزی کنترل شده 100% نبود و ضمناً کنترل شده بود. بخش کنترلش بخش ذاتی بود، وقتی از یک نوتی به نوت دیگه می‌رفت خیلی صحیح این کار رو می‌کرد و خود که رنگ صدا، کیفیت صدا بسیار دلنشین بود، به اضافه اینکه قدرت زیادی داشت این صدا. هنوز تو این زبونه دل منو تو خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه، سال سال این چند سال همین حال و احوال هر سال. در گذر این سالها از خاموشی هایده و در کنار محدودیت‌های حکومتی، ترانه‌هاش همچنان ایرانی‌های بیشماری را از نسل‌های مختلف مجذوب کردند.